نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان شهرستان گفته اولین نیروهای امدادی حدود 7 ساعت پس از وقوع زلزله از استانداری به شهرستان ورزقان اعزام شدند و در طول این مدت مردم به صورت خودجوش اقدام به نجات مصدومان و خروج اجساد قربانیان از زیر آوار کردند. به گفته وی زلزله زدگان با توجه به وسعت تخریب ها به چادر، پتو، غذا و این گونه مسائل نیاز فوری دارند. در همین خصوص آقای قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور روی خط 20 هستند تا بیشتر توضیح بدن. آقای قدمی، همونطور که میدونید امدادگرها میگن بهترین زمان برای کمک به مصدومان حادثه یا به اصطلاح گلدن تایم همان 1 ساعت اوله، اما به گفته نماینده ورزقان اولین گروه امدادی 7 ساعت بعد به منطقه زلزله زده رسیدن. خب از اتاق فرمان دارم به من از من خواهش میکنن که سوالمو تکرار بکنم ببخشید. همونطوری که اطلاع دارید اصولا میگن که 1 ساعت بعد از حادثه زمانی که باید امدادرسا برسن، اما این اتفاق نیفته و 7 ساعت بعد رسیدن. به نظر شما چرا انقدر دیر شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت خدمت مردم عزادار منطقه. ببینید، من نمیدونم این مطلبی که این نماینده محترم گفته راده به کدوم روستاها میشه، اما با توجه به گستردگی روستاها و بیش از 130 روستا حادثه دیدن، تا بیان نیروها از جاهای مختلف برسن ممکنه یک نقطه یک کمی دیرتر شده باشه. اگر این رو به ما بگن بررسی میکنیم و انشالله در مسائل و حوادث بعدمون سعی میکنیم اون رو هم به حداقل برسونیم. نیروهای مردمی شما میدونید که نزدیکترین و حاضرترین نیرو در صحنه هستن. بحثی هم که ما همیشه داریم، میگیم ما باید از خود امدادی بیشتر استفاده کنیم برای اینطور مواقع. استان ما جاهایی که حادثه دیده بود، برخی از جاهاش ارتباط تلفنی ما برای ساعتها قطع بود، ما با ارتباط بیسیمی تماس میگرفتیم. ممکنه یه نقطه ای از دست رفته باشه که خب ما عذرخواهی میکنیم، سعی میکنیم انشاءالله در دفعات بعد که امیدواریم اتفاق نیفته به حداقل برسونیم. آقای قدمی، شما درسته شما فرمودین چند ساعت، اما 7 ساعت؟ عرض بکنم که من نمیدونم این تا چه حد صحت داره. اصلا من صحتش رو اول تایید نکردم. ما اول اینو باید ببینیم، چون من خودم دیشب بلافاصله رفتم منطقه، تا حدود 1 ساعت پیشم در منطقه بودم، هیچ کس این حرف رو به من نگفت خدا وکیلی. یعنی الان من دارم از شما میشنوم. چقدر خوب بود اون نماینده محترم حداقل به ما میگفت. وزیر محترم کشور تو منطقه بود. خیلی خب، اون جدا. حالا ما دیروز بیش از 3 ساعت بعد از زمین لرزه در همین خبر 20 وقتی با آقای سایی رئیس ستاد حوادث غیر متقبل استان آذربایجان شرقی ارتباط رفتیم، ایشون گفتن که زمین لرزه در شهرها خسارتی نداشته و از روستاها هم هنوز گزارشی نرسیده. حالا به نظر شما چرا باید رئیس ستاد حوادث غیر متقبل 3 ساعت بعد از زمین لرزه اطلاع درستی نداشته باشه؟ آقای سایی گفتن ببینید چی وقت شما جمع خسارت رو میخواستید، الان هم همین الان هم جمع خسارت رو کسی نداره. یه وقت میزان تلفات رو میخواید. آقا حادثه کجا بوده؟ من خودم معذرت میخوام، ما راجع به تلفات داشتیم صحبت میکردیم. بله، من عرض میکنم راجع به تلفات آقای سایی، من قبل از اینکه پرواز بکنم ساعت 6:30 از اتاق بحران سازمان امداد و نجات ساعت حدود 6:10 اینا بود، اولین تلفات 3 نفر به ما اعلام کردن. گفتن فلانجا 3 نفر اولین تلفات، از اونجا شروع شد. حالا ایشون چجوری به شما گفته؟ به ما ایشون گفتن که تلفاتی نداشته. من فکر نمی‌کنم، شاید خود شهر تبریز رو گفته ایشون، شاید خود شهر زرقان رو گفته. ما در شهرها نداشتیم، ما در روستاها، کل تلفات ما در روستاها بوده. حالا در اصل ایشون به ما گفتن تلفاتی نداشته، خبرگزاری هم در جا گفتن که تلفات 100 نفر بوده. اینا رو فقط یه خود عجیب غریبی این داستانا. حالا ان شاءالله سعی می‌کنیم درست بشه خبر رسونیم. متشکرم از شما. خداحافظ شما. و اینکه گفتنیه که معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی کشورم گفت 8 ماه پیش پژوهشگاه زلزله شناسی از حرکت سریع گسل تبریز در بازه زمانی کوتاه و قدرت این گسل اطلاعاتی رو به مجلس و دولت ارائه کرده که چندان جدی گرفته نشده.